در زون شمال شرق داوران عزیز علمای نهایت عزیز حفاظ کرام تشریف آوری شما را به این به آغاز 15 دوره که سالانه در زون ولایات که 7 زون است برگزار می شود از طرف ریاست از طرف شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری ریاست های ارشاد حج اوقاف زونها برگزار میشه همه ساله که این در ذات خود یک گام مثبت و مثمر در تنویر از هان جوانان خصوصا تشویق حفاظ کرام می باشد که همه ساله که ما و شما لله الحمد به کمک الله جل جلاله ما و شما در 15 دوری از این قرار داریم که با موفقیت با کامیابی انشاءالله این محفل باشکو برگزار گردد و انشاءالله در اخیر بعد از مسابقه تلاوت قرآن کریم که از طرف 4 نفر داوران معزز ای داوری میشه انشاءالله در کمال امانتداری کسانی که شایستگی این مقام اول و دوم را دارن اینها انشاءالله بدون مرز که این مربوط با کدام مردم است انشاءالله اینها فیصله و قضاوت خود میکنن. بناهن به خاطر نورانی و برکت محفل محفل امروزی خود را با تلاوت چندی از آیات کلام الله روح بخش الهی توسط قاری صاحب کمال الدین آغازگر می شویم.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم. گر همی خواهی مسلمان زیستن، گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اظهار تشکر و سپاس و امتنان میکنم از تلاوت دیبای قارسی به کمال الدین که واقعا قلبهای ما را نرم ساختن. و یا تشکری هم میکنم از برادر محترم هاشمی صاحب که مسئول میتودیک است که این محل را در اختیار شرکت اتصالات و ریاست ارشاد حج اوقاف گذاشتن. من هم از طرف خود برای از اینها تشکری میکنم. برادرای عزیز، آیه‌ای که قبلا در حضورتان تلاوت کردم تنها ترجمهش میکنم خلاص. الله جل جلاله میفرماید قد جاءكم بتحقيق آمد، ای پیامبر از طرف خداوند جل جلاله نور و کتاب مبین و کتاب روشن. اگر در رابطه به نور و کتاب روزا اگر صحبت بکنیم که مراد از نور کیست و مراد از کتاب خوازی است، که کتابی که بعد از گذشت 1440 سال هنوز عظمتی از این، بزرگی از این در قلب میلیاردها انسان جای دارد. حسن قرائت قرآن کریم که از سوی کمپانی مخابراتی اتصالات برگزار گردید، خوش آمدید بگویم. جای بسا مسرت و دلخوشی است که خود را به نمایندگی از کمپانی مخابراتی اتصالات در جمع منور و حضور مقدم شما عزیزان میبینم. و چه بهتر که جمعیت حاضر جمع علمی منور و قرآنی است و بدون شک که تداوم برنامه های اینچنینی از نتایج عالی برخوردار بوده و جامعه اسلامی را به سوی سربلندی و موفقیت سوق میدهد. بیگمان یکی از ارزش های والا قابل تفکر و تبدر اسلامی در کلام الله مجید توجه و علم و دانش یا آموختن و آموختاندن است. و خداوند در اولین پیام وحی توسط جبرئیل امین بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل گردیده، آن حضرت صلی الله علیه و سلم را امر بخواندن نمود و تاکید بر آموزش و پرورش قوای معنوی و انسانی انسانها گردانید. در آیتی از قرآن کریم خداوند عزوجل چنین فرموده است: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابرند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ علوم مبارکه قرآن را آنچنانی که شایسته شأن قرآن مجید است بیاموزیم و بیاموزانیم. یکی از لازمه های آموزشی و تلاوت قرآن کریم درست و با تمکین ادا نمودن هر یک از حروف آن است، طوری که خداوند متعال در آیه 4 سوره مبارکه مزمل چنین فرموده است: و رتل القرآن ترتیلا، قرآن را با دقت و تأمل بخوان. برنامه امروز که جنبه رقابتی بین قرای گرامی در ولایت های کندوز، تخار و بغلان را دارد و از میان اشتراک کنندگان قرای برتر بر اساس نتایج آزمون انتخاب می گردند.
یکی از برنامه‌های مفید و قابل تمجید است. کمپانی مخابراتی اتصالات در سراسر کشور و بخصوص زون شمال شرق علاوه از سایر برنامه‌های اجتماعی فرهنگیش دوام این چطور او کی تاریخ د بشریت او گوری د بشریت په تاریخ کی ها غد دور چې کله قرآن نازلیږي، یعنی د نن سوار لسنیم سو کال شاوخا وړاندې دی چې کله قرآن کریم په محمد عربی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم باندې په مکه معظمه ام القرا بلد الامین کې نازلې دی، نو هغه داسې یو دور چې د انسانانو نه انسانیت ورکو، د انسانانو نه انساني شرافت او انساني کرامت ورکو. د انسانان په هغه وخت کې داسې و، الله رب العالمین فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، هغه ټیم کې د انسانانو نه انسانیت ورکو، انسانان د عامو حیواناتو په سیر باندې ګرځېدلي و، ځکه په هغه ټیم کې د مشرۍ کشرۍ تر مابین احترام شرافت ورکو، هغه ټیم کې عدالت ورکو، هغه ټیم کې حقوق ورکو، هغه ټیم کې مورولي او زویولي او پلارولي او زویولي ورکو، هغه ټیم کې ورورولي او خورولي ورکو، هغه ټیم کې د بشریت او د انسانیت قدر ورکو. د هیچا سره د بشریت او د انسانیت قدر نه و، حتی تر دې پوري چې انسانانو به خپل اولادونه ژوندي په خاورو کې ښخول، نو د انسانیت د چوکاټ نه انسانان وتلي و. دا چې الله رب العالمین قرآن کریم نازل کوي، په قرآن کې یې انسانانو ته انسانیت بیان کوي و بشر ته یې بشریت بیان کوي، د دغه بشریت او انسانیت د بیان په وجه باندې، د انسانیت د صحیح تعلیم په وجه باندې، جناب معلم انسانیت جناب بهترین عالم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم چې کله انسانانو ته انسانیت بیان کوي، د رسول الله صلی الله علیه و سلم د بهترین تربیه او روزنې په وجه باندې، د بهترین اخلاق په وجه باندې، و انک لعلی خلق عظیم د دې بیان په وجه باندې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د اخلاق بهترین نمونه و. عائشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها و ارضاه فرمای و رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق سوا، اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و سلم قران، دا معنی چې په قران کې کم انسانیت او د انسانیت د پاره کم اصول بیان شوی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم کاملا د هغه اصول مطابق د بشریت او د انسانیت د پاره خپل د معلم والی منصب په کامل او اکمل معنا باندې ورسوي او بیان کوي. قدر مندو، دغه قران کریم چې د تمامی نړۍ د مسلمانانو مقدس کتاب او د تمام بشریت او انسانیت د پاره الله عز وجل راهنما راستولی، دا هغه قران دی چې موږ او تاسې د نړۍ د مختلفو اقوامو اقشارو قبایلو او ملتونو نه په یو عقیده او په یو نظریه باندې راجمع کړي یو. تاسې وګورئ اخوت اسلامي په ټول نړۍ کې چې د نړۍ څومره اقوام او څومره اقشار دي په څومره اطرافو کې سکونت کوي، هغه ټول په یو کلمه د توحید باندې انما المؤمنون اخوه. قرآن کریم داسې تعریف کوي د نړۍ ټول اقوام چې کلمه د پاک رسول صلی الله علیه وسلم یې ویلي او قرآن خپل مقدس کتاب او راهنما ګرځولی، ایمان ورباندې لرلی، الله رب العالمین د هغو ټولو ملتونو قومونو او د ټولو اطرافو د عالم د وګړو څخه داسې فرمایي انما المؤمنون اخوه، مؤمنان د نړۍ ټول سره ورونه دي. زنن د دې سټیج نه د ټولې نړۍ مسلمانانو ته دغه یو دعوت ورکوم چې راځئ ای امت اسلام، تاسې په یو کلمه د اسلام او په قرآن کریم باندې چې الله رب العالمین ورونه ګرځولي یاستئ، د خپل ورورولي ثابته کوي،
د خپل ورور ولی و نړۍ ته وښایستئ ځان مستاق د دې آیات کریمه په رښتیا باندې وګرځوئ چې الله ستاسې په حق کې داسې فرمایلی انما المؤمنون اخوه. نو قطع نظر د دې نه چې یو سړی عرب دی یا عجم دی یا ترک دی یا تاجک دی یا پښتون دی یا ازاره دی، خصوصا د افغانستان ټولو اقوامو ته زوایم اسلامی امارت ستاسی یو اسلامی نظام دی، اسلامی امارت ستاسی داسې قیادت دی چې په اسلامی اصول باندې ولاړ دی. مبنا د اسلامی امارت اسلامی اصول دی، نو ځکه اسلامی امارت دی. لله الحمد، پس د درې څلوېښت کلونو کرغیړن سوزونکي زورونکي انقلاب نه پس افغانان د داسې یو نظام مالکان وګرځېدل چې هغه صرف په اسلامي اخوت او اسلامي نظام باندې استوار دی. قدر مندو عزت مندو حاضرینو مسلمانانو، زه یو ځل بیا د اتصالات د مخابراتي شرکت د مسؤلینو او د مرکزی دفتر نه مننه کوم، شکریا ادا کوو چې داسې زمینه یې د قرآن کریم د حفاظو دپاره تیار کړه، مساعده یې کړه چې په دې کې دوی د قرآن کریم د حسن قرأت مقابله کوي، او دلته به هغه څوک چې په دې مقابله کې اولی نمبر یوسي هغه به امتیازات انعامات وړي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. داسې محافل او مجالس باید دائما ابدا نور مخابراتي شرکتونه او نور ورونه چې څوک په دغه لاره کې او په دغه کار کې دې تجمن دي باید همیشه د پاره دې تجمن اوسي او داسې پروګرامونه وکړي. قدرمندو عزتمندو، د قرآن کریم د حفاظو په رابطه باندې به یو مختصره خبره درته وکم. قدرمندو، د قرآن کریم حفاظ دا ډیر قیمتي خلق دي د الله عز وجل په نسبت باندې، ځکه دا هغه څوک دي چې په خپل سینه کې کلام الله المجید ته ځای ورکړی. چا چې خپل سینې کې د الله کلام ته ځای ورکړی، تاسې فکر وکړئ چې دا څومره لوی خلق دي، ځکه الله رب العالمین دا خپل کلام ساتي. الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمایي ما قرآن نازل کړی او ساتنه یم زه پخپله کوم، قرآن می نازل کړی ساتنه یې پخپله کوم. د دې سټیج د لارې نه زه د ټولې نړۍ و ادیانو ته دا چیلنج ورکوم، د ټولې نړۍ و ادیانو ته. په نړۍ کې چې څومره ادیان دي، که هغه د سماوي دین یا د سماوي کتاب دعوه لري یا د وضعي قانون او کتاب دعوه لري، چې څومره ادیان دي، یهودیت دا په اصل کې سماوي دین دی، تورات د الله رب العالمین کتاب دی. عیسویت نصرانیت دا په اصل کې سماوي دین دی، ځکه انجیل دا د الله رب العالمین کتاب دی. البته د قرآن کریم د نزول نه پس عمل په تورات او انجیل باندې ممنوع دی، ځکه دا آخري کتاب دی د تمام انسانیت دپاره. خو اوس په نړۍ کې یهودیت او نصرانیت دواړه وجود لري. زه یهودیت او نصرانیت ته دا چیلنج ورکوم چې دوی د دې دعوه لري چې موږ د سماوي کتاب او د سماوي دین مالکان یو. ټول یهودیت دی یو حافظ د تورات موجود کې. هر ولایت نه درې درې کسان مونږ غواړو د شبکې مخکې، اگر چې ماته از طرف مولوی محمودین گفته شده که تقریبا اینا در سطح زون سه نفر، ما به این سه نفر کفایت هم نمی کنه و قبول هم ندارم. به حساب زون شبکه اقل هم باید 12 نفر از اچی برنده باشه و بعد مرکز ما روان کنیم. از 12 نفر کم باشه در بین ولایت ها و در بین حفاظ ما تفرق و جنجال پیدا می شود و این صلاحیت ما نداریم که از کم نفر ما تقدیم کنیم. به خاطر از این ما تقاضا داریم که 12 نفر حتما باید اینا قدیما
موافقه بکنه که ما در مرکز از چهار ولایت روان کنیم. فلها النصف ولأبويه
أشرك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم وَلِأَبَوَيْهِ
لا تدرون أيهم أقرب
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين فريضة من الله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم مما ترك
إن الله
إن كان له إخوة فلأمه
فلأمه السدس من بعد وصية أوصي بها أو دين أبا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم تبارك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد
بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلهن ثلثا ما ترك Yo
فلهن ثلث ما ترك ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم
حكيما صدق الله العظيم. اینها تقریبا یک 12 نفر